بحران هسته‌ای حل نشده، الان بهش میرسم. اگر اجازه بدید یک جمله، برای که ما در سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق هستیم. درسته. ببینید، آقای رضایی اومده صحبت کرده دیروز و گفته که شاید ما بعد از گرفتن خرمشهر نباید وارد عراق میشدیم و پیشنهاد میدادیم که آتش بس میشد و جنگ شاید متوقف، شاید نمیشد، ولی حداقل از نظر تاریخی این کار رو ایران صورت داده بود. البته ایشان کاملا دروغ میگه، برای حتی قبل از گرفتن خرمشهر در خرداد 60 هیئت دولت‌های غیر متعهد طرح صلحی را آورده بود. صدام حسین صلح رو همون موقع پذیرفته بود، ولی نمیخواستن اینها صلح رو انجام بدن، برای که از به قول آقای خمینی جنگ نعمت بود، بحران نعمت برای جمهوری اسلامی. ما از گروگانگیری بعد از انقلاب وارد مرحله بحران‌های ممتد شدیم و هیچ وقت هم یک بحرانی که پایان یافته باعث نشده که فضای جدیدی باز بشه. این بحران با بحران دیگه ادامه پیدا کرده، گروگانگیری، جنگ ایران عراق، بحران هسته‌ای، و اکنون ما در بحران جدیدی هستیم که آقای خامنه‌ای درست کرده. و علت این مسائل چیست؟ علت این مسائل این است که ما به ریشه بحران ها نپرداختیم. نپرداختیم چه کسانی عامل گروگانگیری بودند. نپرداختیم چرا جنگ ایران و عراق اصولا آغاز شد و چرا این جنگ 8 سال ادامه پیدا کرد و چرا در سال 8 ایران در شرایط بسیار اسفناکی مجبور شد این به اصطلاح آتش بس رو بپذیره. شما توجه بکنید، معمولا در کشورهای دنیا پایان هر جنگی رو جشن میگیرن به یک نوعی. در ایران ما فقط آغازش رو هر سال دربارش صحبت میکنن، رژیم ایران، و جلسه میذارن و هفته میذارن و هفته دفاع و این حرفا. چرا درباره پایانش نه صحبتی هست، نه جشنی هست، نه سرودیه؟ برای اینکه در افتضاح کامل پایان یافته. چه کسانی این رو در افتضاح کامل به پایان رسیدن؟ مسئول اول آقای خمینی و کسانی که همراهش بودند، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خامنه‌ای و مسئولین دیگر مملکتی. و می‌بینیم همون افراد از گروگانگیری تا به امروز در ایران حکومت می‌کنند. همون آقایان خامنه‌ای، آقایان رفسنجانی، هر کدوم دستی در این قدرت دارند و این بحران هم همینطور در اشکال مختلف انرژی و توان ایران رو گرفته. و یک کشوری الان ما داریم که خود وزیراش میگن 30% جمعیت اینها گرسنه هستن، غذا ندارن بخورن. ببینید یک وزیری بیاد بگه 30% کشوری مثل ایران، کشوری مثل ایران که میتونه یکی از کشورهای ثروتمند جهان باشه، یک همچین وضعیت فقر و فساد و فلاکتی به سر ببره. خب دلیل اصلیش همینطور که گفتم اینکه نپرداختیم، ول کردیم. جنگ ایران عراق شد، گفتیم خب مسئله خاتمه یافته، بالاخره صلحی شد. صلح هم نشده، ما در حال آتش بس هستیم. میدونید که هنوز ما با عراق صلح نکردیم. دوباره بعد از اون مسئله هسته‌ای شد، اون هم بهش نپرداختیم. گفتن برجام شده، بالاخره مسئله حل شده، بگذارید کارها رو به راه میشه، انقدر انگولت نکنید به قول اینها، انقدر مسئله مطرح نکنید. دقیقاً کار افراد روشنفکر، کار روزنامه نگاران، کار جوانان، کار دانشجویان، کار دانشگاهیان این است که درباره این مسائل صحبت بکنن، گفتگو بکنن، تجزیه و تحلیل بکنن، مسئولیت ها شناخته بشه، راه حل ها شناخته بشه، تا این تجربه ها اینطور ادامه پیدا نکنن در شکل های مختلف که ما اکنون در وضعیتی به سر ببریم که اصلا معلوم نیست فردا حیات ملی ایران در خطر باشد یا نباشد. این صحبت هایی بود که دوست داشتم به خاطر سالگرد جنگی که باعث کشته شدن 500 هزار نفر از دو طرف، خب عراقی ها هم به هر حال انسان هستند، اونها هم کشته شدن، ایرانی ها هم کشته شدن، و به قول آقای هاشمی رفسنجانی 1 میلیارد دلار خسارت به ایران خورد در این جنگ و نسلی نتونست رشد بکنه به خاطر اون جنگ. حالا آقای محسن رضایی خیلی راحت میاد میگه که شاید بهتر بود اینجوری میشد، انگار که شما مثلا به جای که پیرهن آبی پیرهن قرمز خریدید، میگفتید شاید بهتر بود من یک پیراهن آبی میگرفتم.
مسئله چند صد هزار کشته است، مسئله 1000 میلیارد خسارت، مسئله اینکه جوانان ایرانی فرصت رشد رو از دست دادن. در مورد مثل عذرخواهی آقای مرتضوی در مورد جنایتی که خب من عذر بله کهریزه خب من عذر میخوام. عجیبه مگر به همین سادگی چند انسان جون خودشون رو از دست دادن در این ماجرا؟ انسانهای دیگه لطمات بسیار بالایی، خانواده ها، دوستان، فامیلاشون همه لطمه خوردن. همین من عذر میخوام. خواهش این مسائل میشه حل کرد مسئله رو. بله اینا شما به چند نکته خیلی اشاره فرمودین که واقعا جا داشت در موردش صحبت بشه، البته چون من در برنامه دیگری در مورد جنگ صحبت کرده بودم و نظر ذهنی به این باور بودم که خب چون در اون برنامه در مورد جنگ صحبت کردیم و سالگشت جنگ خود به خود نرم به این سو و خوب شد که شما به این سو رفتین. ماجرای خرداد 60 و اینکه جنگ میتوانست پایان داشته باشه، خب دیدیم که از نظر سیاسی چه هدفی داشته جمهوری اسلامی با پایان ندادن به جنگ. بهترین فرصت رو داشت که تمام نیروهایی رو که بخواد از برابر خودش برداره به همین بهانه جنگ است برداره. یعنی جنگ دایا. که نعمت برای آقای خمینی بود، نعمتی بود برای حذف همه، حذف همه و ماندن خودشون. و یه نکته دیگه هم شما فرمودین بسیار نکته دقیقی است، این که برجام قرار بود از جنگ پیشگیری بکنه. واقعیت این است که باید بگوییم که از حمله آمریکا به ایران پیشگیری کن، چون از نظر جنگ ایران خودش وارد چند تا جنگ دیگر در منطقه شده و خب خسارت جنگی رو داره. خب برای اینکه زمان رو از دست ندیم، همونطور که شما هم فرمودین، برویم سر مسئله نیروگاه ها. اون یه نیروگاه رو همواره با شما صحبت کردیم، تمام این داستان نیروگاه و به سود نبودن و به صرف نبودن و به درازا کشیدن و علت به درازا کشیدن اون نیروگاه نخست رو هنوز درش داشتیم غلط میزدیم که دو نیروگاه تازه دیگه از راه رسید. به این دو نیروگاه تازه دیگه خب 10 سال 10 میلیارد، تازه اینا پیشبینیه، 10 سال و 10 میلیارد در برابر چی؟ هیچ وقت گفته نمیشه که اگر این دوتا نیروگاه ساخته بشه چقدر برق تولید خواهند کرد و این هزینه آیا پاسخگوست برای میزان برقی که تولید میشه یا نه. در خدمت شما هستم که شما باز کنین این مسئله دو نیروگاه تازه رو. ببینید از کلیه هزینه هایی که ایران پرداخته، چه به طور مستقیم چه به طور غیر مستقیم به خاطر سیاست هستش، که اون چی که مستقیم پرداخته حدود چند 10 میلیارد دلار محاسبه میشه و اون چیزی که غیر مستقیم پرداخته بستگی داره چه شکلی بررسیش کنیم، 400 میلیارد دلار هزینه داشته. برای تنها دستاوردی که این سیاست داشته نیروگاه بوشهر است که الان کار میکنه و 4 سال هم هست کار میکنه و کسی در ایران و نه در روسیه نیومده بگه که این نیروگاه فقط با 40% توان خودش کار میکنه. این رو قبلا بحث کردیم، من اینجا زیاد تکرار نمیکنم، ولی وقتی یک نیروگاهی با 40% توان خودش کار بکنه یعنی 2 برابر قیمتش برای ایران تموم شده. چرا؟ برای که این نیروگاه ها هزینه اصلی تولید برقشون فقط بیشترش 90% مال ساخته و نگهداری و سوختش اصولا هزینه ای نداره. خب حالا یک مسئله بسیار اساسی که چند روز پیش اعلام کردن که ایران و روس‌ها 2 نیروگاه دیگه در بوشهر می‌سازن، یعنی روس‌ها می‌سازن در کنار نیروگاه فعلی بوشهر و 10 سال بعد ما 3 نیروگاه خواهیم داشت. خب اولا هموطنان عزیز این رو بدونن که خریدن 2 نیروگاه جدید از روس‌ها باجی است که ایران در جریان برجام به روس‌ها پرداخته. هر کشوری از امریکا بگیرید تا اروپا بگیرید تا چین بگیرید، به هنگام مذاکرات درباره برجام و پایان دادن به بحران هسته‌ای یک سهمی برده. 2 سال مونده بود هنوز برجام به توافق برجام صورت بگیره. آقای صالحی میره در روسیه مذاکره میکنه و درست در بین مذاکرات مهم برجام هستش که همه صحبت میکنن موفق میشه یا موفق نمیشه، به بنبست خورده و این حرفا، یک توافقنامه بین ایران و روسیه و
برای ساختن دو نیروگاه دیگه اون موقع صورت میگیره، یک تفاهم نامه. خب شما ببینید یک کشوری در بحران هستش، نیروگاه اولیش هنوز کار نمیکنه، هنوز این بحران حل نشده، یعنی برجامی صورت نگرفته. در وسط این برجام میاد قرارداد دو نیروگاه دیگر رو میبنده. این هیچ عقل اقتصادی، عقل سالمی همچین چیزی رو برای تولید انرژی برای یک کشوری مثل ایران نمیپذیره. حالا خصوصا که قبلا اینا رو با هم بحث کردیم که اصلا ایران احتیاج به انرژی هسته‌ای نداره، اون هم به کنار. ولی در وسط بحران بدون اینکه مسئله بحران حل شد، فرض کنید اصلا برجام به نتیجه نرسیده، روس‌ها خودشون از کسانی بودند که این قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل رو علی ایران رأی داده بودند بهش. شما میرید از یک کشوری خرید می‌کنید که خودش یک پای دعواست. خب پس این مفهوم چی میده؟ یک مسافرت خیلی سریع آقای صالحی به مسکو انجام داد و در اونجا این توافقنامه برای خرید دو نیروگاه دیگه بسته شد و برجام هم بعدش به نتیجه رسید. 6 ماه بعدش، 1 سال بعدش به نتیجه رسید و الان این دو نیروگاه راه افتادن. پس اولا این دو نیروگاه جدید برای ایران مناسب نیستن. چرا مناسب نیستن؟ به خاطر این مناسب نیستن که نیروگاه اول هنوز پاسخ خودش رو نداده. بعد از 4 سال که کار میکنه، بعد از 20 سال که از پروژهش گذشته و اگر ما بخوایم از زمان انقلاب حساب بکنیم یک چیزی حدود 40 سال میشه، این نیروگاه 40% توانش کار میکنه. چطور هست با کشوری ما میایم قرارداد میبندیم؟ اولا درباره این مسئله صحبتی در داخل ایران نمیشه، ثانیا با کشوری که به علیه ایران رأی داده میایم یک قرارداد دیگه میبندیم برای ساختن دو نیروگاه دیگه. حالا سوخت این رو کی تأمین میکنه؟ طبق برجام ایران تا 10 سال دیگر توان غنی‌سازیش رو باید همینقدر که الان هست نگه داره. همینقدر که الان هست یعنی یک چیزی حدود 1% سوخت بوشهر رو ما میگیم و 2% سوخت بوشهر رو. خب اگر 3 تا نیروگاه داشته باشیم یعنی ما 1% سوخت این 3 نیروگاه هم از طریق غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران نمیتوانیم تامین کنیم. خب این چه کاری است که ایران ادامه بده به کار غنی‌سازی؟ میدونید که الان 5000 سانتریفیوژ میشه، سانتریفیوژ 50 سال پیش فقط به خاطر آقای خامنه‌ای میچرخه، هیچ دلیل دیگه ای نداره، هیچ دلیل اقتصادی نداره، مطلقاً میچرخه برای اینکه ایران میخواد بگه که من به دنبال انرژی بودم، از آغاز به دنبال انرژی بودم، در صورتی که تمام گزارش ها و آخرین گزارشی که سازمان انرژی اتمی داد بر این مبناست که ایران تا سال 2002 به دنبال مقاصد نظامی امنیتی بوده از طریق فعالیت های هسته‌ایش. خب ایران این رو نمیخواد بپذیره، در مقابل ملتش هم نمیخواد بپذیره، فرار به جلو میکنه، نیروگاه های جدید میسازه برای اینکه بگه که من نخیر به دنبال انرژی هسته‌ای بودم. چرا به دنبال انرژی هسته‌ای بودم؟ چون 50 سال پیش دانشگاه استنفورد امریکا که یک دانشگاه معتبر هم هست، بحثی درش نداریم، زمان محمد رضا پهلوی از اون دانشگاه خواسته بودن که یک پرسپکتیوی برای مطالعه بکنن که در ایران چه کارهایی باید انجام داد. اون دانشگاه در ریپورتی که داده، در گزارشی که داده اون موقع گفته که تا 20 سال بعد که الان 20 سال از اون موقع گذشته، ایران باید 20000 مگاوات برق تولید بکنه و اون 20000 مگاوات باید از طریق هسته‌ای باشه. خب یک رژیمی که هر چه که در زمان شاه درست کردن میگه اینها توطئه بوده، اینها فساد بوده، اینها تحت سلطه آمریکا، یک بار عاشق گزارش 50 سال پیش میشه و دائم رفرانس میده به اون گزارش برای که توجیه بکنه فعالیت هسته‌ای خودشو. یک همچین چیزی معنی نداره، برای که این نوع ریپورت ها باید هر سال صورت بگیره. خب اینه که شرایط عوض میشه، چقدر تأثیر در اون ریپورت داره؟ یعنی شرایط اون روز جهان و امروز جهان یکی نیستش. در سالهای 70 ما دوران هسته‌ای بودیم، یعنی کشورهای مختلف در حال ساختن نیروگاه هسته‌ای بودن.
ولی الان شما برید از همون دانشگاه استنفورد گزارش بگیرید، ببینید دانشگاه استنفورد چی میگه. من که خودم دانشگاهی هستم در این جریانات در فرانسه حضور دارم. فرانسه ای که 80% برقش از طریق هسته‌ای تولید میشه، الان میگن ما این رو باید برسونیم به 50% و انرژی های تجدید پذیر رو در فرانسه زیاد بکنیم. حالا کشوری که مثل ایران اون همه امکانات داره برای انرژی های تجدید پذیر، اون که جای خود داره. پس اینها به خاطر یک اینکه بگن گذشته خودشون رو بخوان پاک کنن و پرده بکشن روش، بگن ما از آغاز دنبال انرژی هسته‌ای بودیم و هدف دیگه‌ای نداشتیم، دو نیروگاه گرفتن. دو، برای اینکه در جریان برجام به روس‌ها باج بدن، این نیروگاه‌ها رو روسی گرفتن. سه، اینکه به هر حال این نیروگاه‌ها هم 10 سال بعد که در ایران کامل بشه، فرض رو بر این می‌ذاریم که فاک کامل بشه 10 سال آینده، با همین قیمتی که میگن 10 میلیارد، ایران کوچکترین نقشی در تهیه سوخت این نیروگاه‌ها نخواهد داشت. پس روس‌ها همچنان که فعلا سوخت نیروگاه فعلی بوشهر رو تامین می‌کنن، سوخت اون نیروگاه آینده رو هم تامین خواهند کرد و روس‌ها از برنامه هسته‌ای خود در جهان به عنوان یک برگ مهم سیاسی استفاده می‌کنن که وارد کشورهای و می‌دونید این نیروگاه‌ها هم مسئله نیستش که شما مثلا یه سری ماشین وارد ایران بکنید بعد پشیمان بگید بشید بگید دیگه من وارد نمی کنم. وقتی که یک نیروگاه هسته‌ای می سازید به کار به ساخت میرسه، این مسلمت تا 30-40-50-60 سال ممکنه تأثیر داشته باشه در اقتصاد اون کشور، حضور داشته باشه و تعیین کنه یک خطوط سیاسی و اقتصادی رو. درسته. بس یک مسئله اساسی، یک مسئله کوچکی نیستش که بشه مثلا فوری عوضش کرد، بگیم که باز فردا میگیم روسی نمیخوایم، نه فرانسه. حالا یک مسئله بسیار مهم هست آقای بوارزاد که من دوست دارم شنوندگان عزیز حتما این مسئله رو دربارش اطلاع داشته باشند، و این که در زمان رژیم گذشته ایران 10% سهام مهمترین شرکتی که اورانیوم رو غنی سازی میکنه در فرانسه خریده، اون و به غیر از اون 1,300,000,000 دلار هم به اون شرکت فرانسوی قرض داد. بعد از انقلاب ایران نیاز، سالای 62 بود، نیاز به پول پیدا کرد و اون پول رو خواست پس بگیره، اون قرض رو. و اون قرض رو پس گرفتن ولی 900 میلیون دلار فقط بهشون دادن. چرا؟ برای اینکه در فرانسه عملیات تروریستی ایران و گروه های نزدیک به ایران کاری رو به جایی رسونده بود که ایران نمیتوانست کوچکترین دفاعی از حقوق خودش بکنه. چنانکه الان امریکا یا هم زور میگن به خاطر فعالیت هایی که ایران کرده خیلی جاها حقوق ایران رو میخورن. بعد ما هنوز اون 10% رو داریم. اون شرکت فرانسوی که اسمش یورو دیف هست، برای 100 نیروگاه هسته‌ای اورانیوم غنی شده تولید میکنه. خب شما فرض بگیرید ایران 10% اون سهام رو داره، یعنی یک چیزی حدود 10% سوخت، ببخشید، سوخت 10 نیروگاه رو ایران در اختیار داره. ولی آیا فرانسه به ایران میده؟ خیر، نمیده. چرا نمیده؟ به خاطر همون فعالیت های تروریستی که ایران در فرانسه داشته، به خاطر روابط بدی که داشته، به خاطر سیاست هسته‌ای که ایران برای امور نظامی پیش گرفته. ولی ایران هم در برجام میتونست با این مسئله رو حل بکنه. اگر دنبال سیاست روسی نبود، خب این یک مسئله مربوط به هسته‌ای میشد. در کنار برجام یا در داخل برجام با فرانسه مثل مسائل دیگه این مسئله رو حل می‌کرد. درسته. ولی اگر این مسئله حل میشد، دیگه کار غنی‌سازی در ایران توجیه پیدا نمی‌کرد. شما ببینید که رهبران یک کشور چقدر باید مسئله قدرت حاکمیتشون، مسئله نظامشون، مسئله رژیمشون چه اندازه براشون اهمیت داشته باشه که چنین خیانت‌های بزرگی رو که یک دشمن
خارجی به یک وطن نمیتونه بکنه اینها انجام بدن که چنانچه دارن انجام میدهن. آی دکتر تو فراموش نکردی اینجا یه نکته من تا فراموش نکردیم بهش اشاره بکنم، چون در آغاز سخن شما هم بود که چرا با روس ها دارن میسازن، ولی این داستان ساختن با روس ها چرا با از اونها میگیرن، آقای اسحاق جهانگیری در موقعی که این مسئله دوتا نیروگاه رو مطرح میکنه به یه عبارت اشاره میکنه که این عبارت بسیار معناداره، میگه ما با شریک استراتژیک و شریک سیاسی خودمون داریم این رو انجام میدیم، یعنی روسیه هم از نظر استراتژیک هم از نظر اقتصادی در این زمینه با ایران شریک هست دیگه، داستان مشتری و خریدار و یا صاحبکار و سفارش گیرنده و سفارش دهنده نیست، اشتراک رو به معنا میذاره در اینجا. این خیلی بزرگه قضیه. در ضمن همین هفته قبل بود که یک خبری اومد که ایران 5000 واگن قطار از روسیه خریده. آقای نعمت‌زاده که وزیر صنایع هستن فکر کنم در ایران گفته این یک بدسلیقگی است و اگر لازم باشه من جلوی ریل ها خواهم ایستاد که این واگن ها وارد ایران نشه. خب ببینید واگن اهمیت خیلی اهمیت داره، ولی شما اگر مقایسهش بکنید با نیروگاه هسته‌ای کوچکترین اهمیتی نداره. چطور هستش که برای یک مسئله بسیار مهمی مثل نیروگاه هسته‌ای حساسیتی اصلا وجود نداره؟ چرا؟ دستور رهبره و تصمیم گیرنده آقای خامنه‌ای است، تصمیم گیرنده آقای وزیر نیست. آقای وزیر میتونه در خرید و کم زیاد واگن و سیب زمینی و وارداتش و اینها تصمیم بگیره، ولی اون چی که مربوط به آقای پوتین میاد در تهران با آقای خامنه‌ای با هم دیگه صحبت میکنن. ما در یک همچین وضعیت بسیار بد و بحرانی زندگی میکنیم کشور ما، ولی داریم از کلیه حقوق خودمون واقعا میگذریم فقط و فقط برای اینکه یک نظامی هستش که تمام نیرو و توانش در این هستش که این نظام کوچکترین خللی درش به وجود نیاد و چه شکلی بتونه با ابزار داخلی و خارجی تحکیم کنه این نظام. جناب دکتر شما همیشه در محاسبه این مسائل یک کمکی که هر بار با شما گفتگو کردیم بسیاری از بینندگان ما با این مسئله خیلی خوشنود هستن، شما همیشه یک محاسبه میدین، میگین اینقدر هزینه میکنیم 4% برق تولید میشه، در حالی که میتونستیم این اندازه هزینه بکنیم و بیشتر از یک مسیر دیگه توضیح. بر اساس این محاسباتی که شما همواره در مورد مسئله نیروگاه بوشهر شماره 1 دادین، آیا واقعا با این مسئله تأمین اورانیوم مورد نیاز و نشدن اون و اینکه چقدر به اورانیوم نیاز خواهیم داشت، این صرفه اصلا معنا پیدا میکنه با این دوتا نیروگاه دیگه، گذشته از مسائل سیاسی و اینکه به روس ها چقدر وابسته میشیم و پیرو به تمام سیاست های روس ها قرار میگیریم، اون به یک سوی دیگر مسئله هزینه ها، مسئله قبل از هزینه ها مسئله خود تأمین اورانیوم. بله ایران معادن اورانیوم نداره. شما اگر واقعا میخواید تولید انرژی داشته باشید باید که حفظ استقلالتون باشه، برای هر کشوری مهمه دیگه، باید بتونه حفظ استقلالش. خب شما این همه نفت دارید، این همه گاز دارید، این همه خورشید دارید، این همه باد دارید، این سرمایه گذاری های عظیم 10 میلیاردی رو چرا در اون زمینه ها انجام نمیدید که اینها در ایران وجود داره، امکاناتش هست و ما میتوانیم، تواناییشو داریم، حتی از نظر فنی هم تواناییشو داریم، در زمینه هایی میتونیم رشد بکنیم. چرا باید دائم نگران این باشیم که روزها به ما اورانیوم میدن یا نمیدن؟ بعد به غیر از این الان در غرب که به اصطلاح افیشنسی این جریان هسته‌ای بسیار بالاست مثل ایران نیست، در اینجا میگن قیمت برق هسته‌ای الان گرانتر از برق غیر هسته‌ای است و انرژی های تجدید پذیر که در ایران اصلا میزان آفتابش قابل مقایسه نیست با کشوری مثل فرانسه یا به کشوری مثل دانمارک یا به کشوری مثل آلمان، اینها همه رفتن به دنبال این مسائل، ولی ما باید هزینه ها رو صرف همین حق مسلم خودمون انرژی هسته‌ای بکنیم. متاسفم
در تایید سخن شما در همین هم نزدیکی شهر که من زندگی میکنم، خب آمریکا دو تا نیروگاه هسته‌ای داره و اصلا بحث این است که اینا رو جز اینکه صرفه نیست باید تعطیل کنه، مسئله خطرش به کنار، در کنار اون زمانی که ساختن کنار اقیانوس بوده، اینقدر خونه مسکونی و شهر مسکونی در اون نزدیکی نبوده، الان در مسیر کاملا زندگی مردم میخوان تعطیل بکنن. همین نظر شما که اصلا براشون صرفه نداره و میخوان ببندن در همین نزدیکی راه بین اورنج کانتی و سان دیگو است، ولی ایران داره به این سو میره. برای اینکه به قول شما سخن رهبر و این نیت های ایشون رو تایید بکنه و به این سو میره. آقای دکتر، شما یک عبارت بسیار معناداری رو در مقالتون در رادیو زمانه استفاده کردیم، من میخوام هم ازش استفاده بکنم که بینندگانی که میخوام برن بیشتر بخونن در مورد مقاله شما ذهنشون آشنا باشه برن بیشتر، و هم خود شما ما رو ببرین به این سو. نوشتین فضاحت پرهزینه اتمی را هم نفراموش میکنیم و نمیبخشیم. خیلی به درست از این عبارت شما بهره گرفتید. نمیدونم، من صدای شما رو خوب نشنیدم، ولی امیدوارم درست گفته باشیم، یعنی خوب فهمیده باشم که نه فراموش میکنیم نه میبخشیم، درسته؟ بله، از عبارتی که شما خودتون به کار بردین استفاده کردم تا کسانی که میخوان برن کل مقاله رو بخونن راحت تر باشن و شما بیشتر در موردش باز بکنید. چرا این عنوان رو به کار بردم؟ ببینید، بعد از انتشار نوار آقای منتظری درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 بسیاری مسائل گفته شد، بسیاری مسائل نوشته شد و به درستی گفته شد که نه به قصد انتقام، ولی ما اینها رو نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، و این کاملا درسته. برای که یک ملتی اگر بخواد زنده بمونه باید گذشته خودش رو درست بشناسه، باید مسئولان خودش رو درست بشناسه، ولی متاسفانه برخورد عاطفی میشه با این مسائل. مسلماً کشته شدن چند هزار زندانی سیاسی یک فاجعه بزرگ انسانی است، در این بحثی من نمیخوام بکنم و نمیخوام فاجعه ها رو با هم مقایسه بکنم، بگم این فاجعه بزرگتر بوده و یا اون فاجعه، ولی واقعاً فاجعه جنگ ایران و عراق و ادامه این جنگ که درش چند صد هزار نفر کشته شدند، آیا یک فاجعه کوچیکی است که ما باید فراموش کنیم یا ببخشیم؟ آیا این مسئله هسته‌ای که ایران رو 10 سال در بنبست قرار داد و باعث شد نخبگان بسیاری از ایران خارج بشن و همچنان هم الان خارج بشن و ضربه های بسیاری به بخش مهمی از جامعه وارد کرد و همینطور که گفتیم الان باعث شده که 30% جامعه غذای روزانشون رو حداقل رو ندارن بخورن، آیا باید این فاجعه رو بخشید، فراموش کرد؟ نه. برای که اگر اینها رو اگر ببخشیم و فراموش کنیم، هر روز باید با فاجعه زندگی کنیم. و یکی از مشکلاتی ما الان داریم همین استش که درست نپرداختیم به اینها. به ماست مسئله، ببینید همون افراد حکومت میکنن در ایران. 40 سال است حکومت میکنن در ایران. هیچ مسئولیت هاشون هم مشخص نیست. و خیلی از افراد هستن، خصوصا بخش بزرگی از اصلاح طلب ها که نقش داشتن در این گونه مسائل، ولی تحت این پوشش که دیگه نمیخوایم خشونت باشه باید درباره گذشته صحبت نکرد. اتفاقا اگر میخوایم خشونت نباشد باید صحبت بکنیم. قصد ما انتقام و به کار بردن خشونت نیست، قصد ما این هستش که بدانیم چرا به اینجا رسیدیم که الان درش، چرا در این وضعیت قرار گرفتیم. سیاست هسته‌ای رو باید بفهمیم، چرا آقای ولایتی در همراه خودش در سال 64 به طور مخفیانه از پاکستان سانتریفوج وارد کرد و اون یک سانتریفوج باعث شد که الان ما به اینجا برسیم که الان رسیده ایم. چه کسانی این تصمیم رو گرفتن؟ چه کسانی به دنبال بمب بودن؟ چرا این سیاست ها رو پیش بردن؟ خب میشه آقای رضایی اومد گفتش که کاش ما نکرده بودیم. خب کاش ما نکرده بودیم که به همینجا ختم نمیشه. باید ما دقیق بدانیم بر ما چه گذشته است، اگر نمیخوایم در آینده باز هم بر ما این چیزها بگذرد. ببینید، در مورد برجام من از قبل هشدار میدادم، گفتم این برجام
ایراد اصلی بهش این هستش که واقعیت رو مشخص نمیکنه چرا در این بحران قرار گرفتیم. خب مسلم اگر هدف این بود که رابطه سالم با غرب برگزار بشه، با دنیای خارج از ما برقرار بشه، گشایشی در ایران باز بشه، چرا دیوونه که نبودیم؟ ولی ساختار این رزاب رو باید شناخت. آقای خامنه‌ای زیر بار یک همچین چیزی نمی رود، خودمون رو گول نزنیم. ساختار این رژیم کاملا بر اساس این ولایت مطلقه خلاصه شده در فساد، در قتل، در دزدی، در جنایت، در بحران سازی. این رژیم تحمل این که به این چیزها رسیدگی بشه رو نداره. ما اگر جریان هسته‌ای به جای اینکه بگیم برجام عالی است و فراموش کنیم اون چیزی رو که گذشته میگفتیم، آقا حق ما، این ما از حقوقمون باید دفاع کنیم، حقوق ملیمون باید دفاع بکنیم. چرا ملت ایران باید امتیاز بده به غربی ها یا به روس ها و یا به چینی ها برای اینکه این رژیم ثبات بیشتری پیدا بکنه؟ هدف این بود از برجام آقای خامنه‌ای، ما هم باید همچین هدفی رو بخوایم؟ نه، باید بگیم چه کسانی این سیاست ها رو پیش بردن و سوال کنیم، درخواست کنیم، دادخواهی بکنیم. این طوری است که کشورهای بزرگ، ملت‌های بزرگ پیشرفت کردند. بله. نه با چشم پوشی بر سیاست‌های ویرانگر و افتضاح‌های بزرگ. شما نگاه کنید الان 60 سال از جنگ گذشته، ولی هنوز یک نفر که پیدا می‌کنن کوچکترین دخالتی در اون جریان‌ها داشته، 90 سالش هم کس، این رو محاکمه می‌کنن. ممکنه نبرنش زندان، ممکنه بگن به خاطر سنش، ولی واقعیت رو میخوان بدونن، میخوان بدونن کیست که مسئولیت داشته و باید محکوم بشه، در افکار عمومی حداقل محکوم بشه. این است که از دید من افتضاح بزرگ هسته‌ای و هزینه هایی رو که بر دوش ملت ایران وارد کرد افتضاحیست، جنایتیست که نباید بخشید و نباید فراموش کرد. جناب دکتر مصطفی، در این وقت باقی مانده، گرچه باز میگردونه ما رو به آغاز سخن، ولی بد نیست که شما هم بهش بپردازید، چون من این سوال رو از همه میکنم در این زمینه. وقتی که روس ها آمدن و نه تنها از دریای خزر موشکاشون رو شلیک کردن به طرف روسیه، بعد هم آمدن اون پایگاه رو گرفتن، در این فاصله هم اون موشک های S-300 رو که قرار بود از نیروگاه های هسته‌ای و تأسیسات هسته‌ای مواظبت بکنه، در شرایطی که ما اصلا دیگه تأسیسات هسته‌ای به اون مفهوم یعنی نداریم، در نتنز و این سو اون سو، اون موشک ها رو هم گرفتیم آوردیم گذاشتیم در کنار. چقدر ماجرای استقلال ایران به درخواست ها و یا تصمیم های روسیه در این زمینه گره خورده؟ ببینید، اون چی که مسلم هست، مدتی است آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته سیاستش رو در منطقه با روس‌ها همراه بکنه و روس‌ها هم از ایران در این زمینه دفاع می‌کنن. یعنی یک، آیا این سیاست یک سیاست استراتژیک هست؟ من بر این نظر نیستم که یک سیاست استراتژیک باشه. از دید من آقای پوتین به دنبال بازسازی اونچه قدرتی که اتحاد جماهیر شوروی در گذشته داشت هست، با کشورهای قفقاز شروع کرد، مثل گرجستان، مثل بعد به اوکراین رفت و الان هم میاد، با توجه به اینکه آمریکا خاورمیانه اون اهمیتی رو که قبلا 20 سال پیش براش داشته دیگه الان نداره به خاطر تهیه انرژی، یک جای خالی میبینه، میخواد بره در اون جای خالی رو پر بکنه به یک نحوی. از اهرام ایران استفاده میکنه و در سوریه اون سیاست رو که یک سیاست جنایت بزرگی است که داره انجام میده، در همینطور انسانهای مختلف کشته میشن در اونجا و آقای خامنه‌ای هم همراهی میکنه. مسلماً اصولاً دو اصل استقلال و آزادی همراه هستن. ملتی که آزاد نباشه درباره خواسته های خود، درباره دیدگاه های خود نظر بده، نمیتونه استقلال هم داشته باشه. یه استقلال با شعار مرگ بر آمریکا استقلالی به وجود نمیاد. وابستگی رژیم ایران از زمان شاه بیشتر شد و این خیلی ساده است محاسبش. شما میزان تولید ملی، میزان واردات، میزان پیشرفت ها رو در نظر بگیرید،
اون زمان هم در نظر بگیرید. ببینید چه شکلی بوده. میبینید که وابستگی ایران بسیار بیشتر از اون زمان هستش. خب حالا یک عده گمان میکردن متاسفانه در اول انقلاب هم این بود، فکر میکردن با شعار مرگ بر آمریکا یا با مرگ بر شوروی ایران صاحب استقلال میشه. نه خیر، ایران روزی صاحب استقلال میشه که زنده باشه، خودش زنده باشه. با مرگ بر کشور دیگه ای گفتن کشور استقلال پیدا نمیکنه. یک کشوری که رشد و توانایی داشته باشه، بتونه نشون بده که نقش داره در جهان، نقش سرخ داره در جهان، دستاورد فرهنگی داره، دستاورد علمی داره، این کشور زنده است. نه کشوری که سالانه بین 50 تا 150 هزار تا از نخباش از کشور خارج میشه. این بزرگترین هزینه است که الان بر ایران وارد میشه. چه وابستگی بزرگتر از این که ما نتوانیم از نخبه های خودمون، از درس خونده های خودمون استفاده بکنیم و آنها رو تقدیم بکنیم به کشورهای دیگه اید که در دنیا وجود دارن. متاسفانه ارتجاع که به نام استبداد مذهبی حکومت میکنه نمیتواند با علم، با رشد، با توسعه، با خلاقیت، با ابتکار کوچکترین هماهنگی داشته باشه. ما یک مانع بزرگ داریم و اون مانع رژیم ولایت فقیهه. باید این مانع رو از سر راه رشد این ملت و این مملکت هرچی زودتر برداشت. سپاسگزارم آقای دکتر. با امید گفتگو در آینده. بسیار بحث جامعی بود، گرچه قرار از مسئله هسته‌ای و این دو نیروگاه جدید آغاز کردیم، پیوند و شاخه های اینا به یکدیگر. مسئله شما در فقط یه نکته تایید کننده دوباره به اشاره کنم، یادم رفت بگم نکته ای که در مورد سخن آقای روحانی گفتین و که نوع مسئله انتخابات است و باید بیت رهبری رو هم به قول معروف راضی نگه داره برای انتخابات آینده. میبینم که در دو نشریه دست کم در آمریکا نوشته شده، یکی در واشنگتن پست بهش اشاره شده، یکی در شیکاگو تریبیون، که ایشون داره تمام این کارا رو میکنه برای اینکه راضی بکنه اصولگراها رو که ایشون رو از دور بعدی انتخابات براش یا رقیب نتراشه یا حذف نکنن، وگرنه ایشون چندان هم روی این زمینه ها به اون شکل نه میدونه چیکار داره میکنه نه میتونه حرکت بکنه. از شما سپاسگزاری میکنم و برای اینکه در آینده هم بتونیم باهاتون گفتگو کنیم، براتون همواره در این زمینه پیغام خواهم فرستاد و اگر فرصت داشتین و زمان داشتین بی اندازه سپاسگزار و خوشحال خواهیم بود که باهاتون در زمینه‌هایی که میدانید گفتگو بکنیم. خیلی ممنون از شما. شب و روز همه خوش.